حد تو و امثال تو را مقتوع میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما به نام ایران، به نام تمام جاویدنامان راه آزادی میهن، درود به ملت قهرمان ایران. کیوان کوروش آریامهر هستم در نبود خلبان حامد محمدی گرامی با یکی دیگر از برنامه‌های زاگرس، ویژه برنامه نیروهای مسلح، مهمان شما خواهم بود. در این بخش از برنامه به سه موضوع خواهیم پرداخت. یک، به هلاکت رسیدن رهبر گروهک تروریستی حزب الله به همراه چند تروریست دیگر، از جمله یکی از فرماندهان قاتل سپاه تروریستی در لبنان، قاتل عباس نیل فروشان. موضوع بعدی برنامه گفتگوی خواهیم داشت در خصوص نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران. و موضوع سوم در خصوص برنامه پلید رژیم تبهکار جمهوری اسلامی برای تضعیف ارتش در ایران. مهمان این برنامه جناب ناخدا آریا باقری گرامی هستند، از افسران نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران. درود بر شما جناب ناخدا، به برنامه خودتون خوش آمدید. درود میگم خدمت حضرت عالی، خدمت جناب مهندس کارگردان برنامه و همچنین به تمام بینندگان در سراسر جهان که برنامه رو مشاهده می‌فرمایند. سپاس از حضورتون. خب جناب سر، همونطور که آگاه هستین، رهبر گروهک تروریستی حزب الله نصرالله قاتل به هلاکت رسید به همراه یکی از فرماندهان ارشد سپاه تروریستی و چند تروریست دیگه، و واقعا ملت شادمان شدن. یعنی من ضمن شادباش به ملت بزرگ ایران به مناسبت به هلاکت رسیدن این تروریست ها که واقعا دستشون به خون جوانای ملت ما آلوده بود، و این موضوع باعث شد، مرهمی شد به دلهای مردم رنجیده ایران عزیز ما. یه ویدیویی هستش که چند ویدیو هست، یه ویدیویی هستش که این نصرالله جنایتکار درش صحبت میکنه و میگه چیزی به نام تمدن پارسی در ایران وجود نداره، و یعنی یه جوری علنا اعلام میکنه که قادسیه دوم بر ایران حاکمه و همه هزینه های این گروهک تروریستی حزب الله رو در واقع این رژیم جمهوری اسلامی پرداخت میکنه. جناب شورتی گرامی، لطفا ویدیوی شماره یک و ویدیوی شماره دو و عکس شماره سه و چهار رو اگه محبت کنید به ترتیب پخش کنید لطفا. مع ان اليوم ما في بايران لا شيء اسمه تفاريس ولا حضاره فارسيه، الموجود في ايران هي الحضاره الاسلاميه، الموجود في ايران هو دين محمد العربي الهاشمي المكي القرشي التهامي المضري الذي ومؤسس الجمهوريه الاسلاميه هو عربي ابن عربي ابن رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم، والمرشد الاعلى بالجمهوريه الاسلاميه اليوم سماحه الامام سيد الخامنئي سيد قرشي هاشمي ابن رسول الله ابن علي بن ابي طالب وفاطمه الزهراء، وهو العرب. نحن وعالمكشوف، ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في، انه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خيي على راس السطح، موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمام؟ ما حدا له على أبدا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس، هتكون شفافية أكثر من هيك؟
مردم لبنان و مردم جای جای جهان و خاورمیانه به ویژه این آلوده و این در حقیقت صدها میلیارد دلار پول ایران رو، پول مردم ایران رو، پول آجزه مردم ایران، پول داروی مردم ایران رو صرف هزار سپاهی تجاره و بیشتر از 5-6 هزار تاشون ماهیانه 800 دلار حقوق داشتن، یعنی از جیب مردم ایران، یعنی از سفره مردم ایران حکومت میزد و ماهیانه 800 دلار به این الواس نمیدونم تروریست چاقوسه چه آدمکش به عنوان حقوق میداد و تمام وسایل، کارت بیمه، بیمارستان مجانی و تمام امکانات رو به اینا میداد فقط به خاطر اینکه اینا یک گردن و زنی بودن در اون مسیر برای اسرائیل و به حساب ایجاد مزاحمت میکردن برای اسرائیل، فقط به همین دلیل. ولی خوشبختانه باید واقعا دست آقای نتانیاهو رو بوسید که با قدرت تمام بدونید که به هیچ کشوری، به هیچ دولتی پاسخگو باشه اینا رو ترتیبشون رو داد و همینطور که گفتین از پایه تمامشون رو ریشتون رو زد و بالاخره آخرین نتیجه هم همین خود حسن نصرالله بود که به درج واصل شد و سرش یا نه اینکه این به حساب حزب الله حالا از بین رفته باشه، نرفته، ولی دیگه اون قدرت سابق رو نداره، به اضافه اینکه آبرو و حیثیتی که خامنه‌ای نداشت، ولی خوشبختانه اون قطعه آبرویی هم که به قول خودش میده با من یک زدن چی بگم ذلیلی دارم و علیلم و دستم چلاقه و اینا آبرو دارم که نداشت، اون یه ذره آبرویش هم رفت خوشبختانه. و من فکر میکنم که باید شاهکار این حرکت رو و پاداش این حرکت رو آفرین رو فقط به آقای نتانیاهو داد که من شخصا به ایشون تعظیم میکنم و دستش هم میبوسم، دستش رو دردم. سپاس از صحبتتون سرنگرامی. خب همونطور که آگاه هستین یعنی بودجه های چندین میلیارد دلاری رو در اختیار این گروهک تروریستی بود و طبق یعنی صحبت هایی که در خصوص این گروهک تروریستی مطرح هست هر کدوم از این اعضای در واقع یعنی کسانی که به عنوان سرباز در این گروهک تروریستی داشتن کار میکردن حقوق پایه هر کدومشون ماهی 5000 دلار و در کنار این جمهوری تبهکار اسلامی در لبنان، در فلسطین، در جای مختلف برای چندین گروهک تروریستی هم دیگه، ولی یه جوری بیشترین حمایت ها رو داشت از حزب الله انجام میداد و میگم یعنی یه سربازی که در حزب الله داشت کار میکرد ماهی 5000 دلار بهش حقوق پرداخت میکردن و علاوه به این که خب برای هر کدوم از اینها هم مسکن رایگان درست کرده بودن، ماشین رایگان بهشون داده بودن از پول ملت بزرگ ایران. و الان واقعا شاهد این هستیم که یعنی یکی از مسائلی که نیروهای نظامی ما به شدت عصبانی هستن از این وضعیتی که شاهدن، چون علنا میبینن مثلا شما الان وضعیت معیشتی پرسنل نیروهای مسلح در ایران واقعا در وضعیت بسیار بسیار سختی اینها به سر میبرن، یعنی یه سرهنگ خلبان در نیروی هوایی شما یه حقوق مثلا حقوق اینها حقوق پایه اینها ماهی 250 دلار حالا مکسیموم بگیم با اضافه کار و همه اینها 350 دلار و حالا و بعضا اینا مجبورن که شغل دوم سوم داشته باشن، یعنی اون
نظامی از محل کارش که برمیگرده مجبور بره مثلا اسنپ مسافرکشی بکنه، مجبور بره یه جا نگهبانی بده، مجبور بره رستوران کار بکنه، و اصلا شاهد یک مسائلی هستیم که حتی شنیده میشه که بعضی از خلبان ها حتی برای اینکه بتونن اون هزینه شهریه بچه‌شون رو تهیه بکنن، حتی من شنیدم در بعضی جا مجبور شدن ناچارن برن مثلا لباسشون رو بفروشن یا پوتینشون رو بفروشن یا عینک ریبنشون رو بفروشن. واقعا یه چیزایی من میشنوم که بسیار دردآور هست، و وقتی که نیروهای آگاه در واقع پرسنل نیروهای نظامی در ایران به خصوص ارتش یا این تفاوت‌ها رو می‌بینن که مثلا یه تروریستی مثل حزب الله ماهی 5000 دلار، حالا فرماندهان که اونا حقوقای میلیون دلاری دریافت می‌کردن، و ماهی 5000 دلار برای یه تروریست، خب و اینها این وضعیت‌ها رو که می‌بینن، و یکی از دلایلی که ما شاهد افزایش ریزش ها در نیروهای نظامی هستیم میبینیم که اینها رو جمهوری ننگین اسلامی عمدن در یک شرایط سختی قرار داده، اینها رو وامدار کرده و یک جوری دنبال کنترل پرسنل نیروهای نظامی هست با این مشکلات معیشتی که به اینها وارد کرده. جناب شورتی گرامی، بریم یک موضوع بعدی برنامه‌مون در خصوص نقش نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران هست، و اگه محبت کنید ویدیوی شماره 5 رو لطفاً پخش کنید که من بعدش از جناب ناخدا سلامو بپرسم. سپاسگزارم. نیروهای دریایی ایران و آمریکا عملیات آموزشی مشترکی در آب‌های خلیج فارس انجام دادند که در آن 4 واحد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی، رزمناوه‌های ببر، پلنگ، کیوان و تیران شرکت داشتند. از طرف نیروی دریایی آمریکا، ناو فرماندهی گرینیچ بی و ناوشکن‌های سولی و بارتن در عملیات شرکت کردند. عملیات آموزشی مشترک واحدهای نیروی دریایی ایران و آمریکا از جمله عملیات مشترک مداومی است که برای تقویت و تحکیم بنیه دفاعی ایران و آمادگی ارتش شاهنشاهی در برابر هر گونه تجاوز احتمالی صورت می‌گیرد. کشور ایران با انجام این گونه عملیات آموزشی و از طریق پیمان دفاعی بغداد چه برسیده و مجهز خود را به منظور دفاع و حفظ صلح نیرومندتر می سازد. خب جام ناخدا، اون شکوه ارتش ایران در قبل از شورش ننگین 57، یعنی این ویدیوها رو که ما می بینیم و مستندهایی که در خصوص اون دوران در خصوص ارتش شاهنشاهی و اون قدرتی که در منطقه داشت، اگه محبت کنید یک تاریخچه‌ای در خصوص نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی و اینکه نیروی دریایی چه نقشی در ثبات منطقه در خاورمیانه داشت، اگه محبت کنید یه صحبتی رو در این خصوص مطرح بفرمایید با بینندگان گرامی. فقط در مورد نیروی دریایی زمان آریامهر بزرگ و یا رضاشاه بزرگ بگم، و یعنی که نیست که مقدمه این به طور کلی از آغاز نیروی دریایی در ایران برسن بگم. نمیدونم کدوم اگه دو ست هست مثلا. بله بفرمایید، شما از هر دو بفرمایید. من شروع میکنم. میدونید که ایران تنها کشوری بوده در زمان هخامنشیان که اولین واحد نیروی دریایی رو در جهان داشته، و پس از ما یونان، مصر و فنیقه ها بودند
و ما از مال ما از سال 2550 تا 2355 پیش از میلاد این نیروی دریایی سلسله هخامنشیان بوده که در تمام دریاها و به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان و غیره و تمام دریاهای جهان به ساق قدرت نمایی میکرده. عرضم بزرگتون که بعدش میاد در زمان ساسانیان پیش از حمله اعراب ما نیز نیروی دریایی بسیار بسیار قوی داشتیم و به حساب نام فرمانده اون نادها یا فرمانده نیروی دریایی به نام ناود بوده. الان ببینیم ناودان میشه همون اتوان به حساب، ولی ناود مثل مثلا دریابود یا غیره این مورد استفاده بوده. در زمان اردشیر بابکان نقش مهمی در تسخیر سواحل عرب نشین خلیج فارس داشت. نیروی دریایی ایران خسرو انوشیروان 8 کشتی برای تسخیر یمن ارسال داشت و در زمان صفویه نیز من همینطور به طور خلاصه اینا رو فهرستوار دارم خدمتتون عرض کنم. در زمان صفویه نیز ما نیروی دریایی داشتیم برای بیرون راندن پرتغالی ها که از جزیره هرمز اینا رو اخراج کردن و که در حقیقت به دست انگلیسی ها اومده بودن، ولی نیروی دریایی ایران بود که در زمان صفویه تونست پرتغالی ها رو از اونجا بیرون کنه. در زمان نادرشاه باز اولین نیروی دریایی مدرن ایران ساخته شد و در دوره قاجاری توجهی نشد. در زمان قاجاریه در زمان ناصرالدین شاه فقط یک کشتی 650 تنی با 4 اراده کیف و فریت آلمان، همون کمپانی فریت اعلیحضرت 51% است که 9% از سهام رو خریداری کردن و اون کشتی که ناصرالدین شاه خرید آورد اسمش پرسپولیس بود به فرماندهی احمد خان بیجیس. بعد ادامه این مقصدی دارم سریع نارو میگم خدمتون که به روز برسیم. و زمان مظفر دوستا چند کشتی کوچک از جمله کشتی مظفری اضافه شد که همیشه در خور سلطانی نزدیک بوشهر قصد شدن. ولی در سال 1929 میلادی یعنی 2489 شاهنشاهی یا 1309 شمسی به دست رضاشاه بزرگ اولین نیروی دریایی سلطنتی ایران تأسیس شد و با استخدام یک افسر و یک مهندس از ایتالیا به مدت 3 سال با 150,000 تومان حقوق برای 3 سال و بعد نادهای پلنگ و ببر و سیمرغ و ترکس به فرماندهی ناخدا بایندور از طریق کانال سوئز و دریای سرخ دریای عمان و اقیانوس هند وارد خلیج فارس شدن و همچنین رضاشاه بزرگ یک شناور و یک شناوه 6000 تنی خرید کردن برای تعمیرات کشتی که شناوه میدونید که یک حوزکی که حوزید وسط دریا کشتی میره روش و آبش رو خالی میکنند این میره بالا و اون زیر کشتی رو اسکراب میکنم تعمیر میکنم. همچنین ما در دریای شمال دریای خزر پایگاه دریایی در مازندران داشتیم مستقر و قبل از جنگ ناوچه‌های بابرسر، سفیدرود، دربان، نهنگ و رانسر رو در اونجا داشت. این یه گوشه‌ای بود از زمان قدیم، ولی الان یعنی در زمان آریامه با ما داره یک نیروی دریایی منسجم و بسیار قوی داشتیم و به نحوی بود که تمام خلیج فارس که زیر نفوذ انگلستان و آمریکا بود و به ویژه انگلیس بود
اونها رو از خلیج فارس الازد بیرون کردن و تمام خلیج فارس به دست فقط نیروی دریایی شاهنشاهی ایران اداره میشه. و همینطور که میدونید ما در نیروی دریایی حتی بیمارستان دریایی داشت، یعنی یه کشتی بزرگ داشتیم که این میرفت به تمام جزایر خلیج فارس و اون حساب اون جزایری که فقیر بودن و توانایی معالجه نداشتن کشتی میرفت، حتی جراحی میکردن در روی کشتی و دائم در اطراف خلیج میگشت. و از لحاظ ناوها حتی ما دو تا زیردریایی خریده بودیم، چندین ناو بزرگ داشتیم، قرار بود ناو هواپیما بر بخرن که دیگه متاسفانه میدونید که پیچ آمد و با وجود خمینی کثیف و ملعون تمام این ایده هایی رو و خواست هایی رو که آریامهل بزرگ داشتن همه از بین رفت و دیگه چیزی ازش نمونده. الان هم که یک نوع دوز آشغال معلوم میشین هستی هستن خوب از این نظامی های اصلی یه نوع پاسدار هستن که اینا دارن اونجا رو اداره میکنن و بقیقا باید تأسفه من دیگه بقیقا ندم شرمش میشه. الان که دیگه مثلا فرموده نیزی کیه، فرموده ارتش کیه، فرموده دیگه آدم هایی ستاری هستن که همشون یا سالکاردوز بودن یا نمیدونم ماشینشور بودن یا خیابونا میتابیدن، حالا همشون سردار و سروار نمیدونم پیشدار و خیلو شدن و دارن نیروی دریایی، نیروی زمینی و حالا نیروی هوایی خوبشون هایی که خلبان هستن ادم های تحصیل کرده و چیزن، ولی بقیه رو متاسفن. بله دقیقا به نکات بسیار خوب اشاره کردین جناب سرنگرامی. البته فرمانده کل ارتش که جمهوری اسلامی که بچه آخوند موسوی بله. ازش پرسیدن که بزرگترین آرزو چی هست؟ گفت بزرگترین آرزوی من این هستش که در واقع فرمانده بسیج باشم. این در واقع صحبت بچه آخون. جناب ناخدا یکی دیگه از مسائلی که مطرح هست بفهم اطلاعاتی که من دادم خدمتون اینا رو از کتابی هست که اخیراً از آقای دکتر روزبه آذرمرزین هست. این کتابی که من نشون میدم این به نام رضاشاه بزرگ نابغه دوران که تمام خدماتی رو که رضاشاه کردن در 900 صفحه آقای دکتر به تحریر در آوردن که نصف بیشترش به زبان فارسیه و نصف کمترش همون به زبان انگلیسیه که برای بچه ها که مثلا فارسی نمیتونن بخونن تمام اطلاعات باز این مختصر گزارشی که من خدمتتون دادم به صورت کاملش در این کتاب هست و کتاب هم بکنید به قیمت 45 دلار 90 دلار بوده 45 دلارش یه کمپانی آمریکایی یه انجمن فرهنگی آمریکایی تقبل کرده که پرداخت کنه با 45 دلار از بارزن نوبل و از آمازون میتونه خریداری کنه. بسیار سپاسگزارم که این کتابو معرفی کردین به بینندگان عزیز. جناب ناخدا یکی از موضوعاتی که مطرح هست، من با خیلی از افسران ارتش شاهنشاهی ایران که صحبت میکنم در خصوص مثلا یکی از سوالایی که از اینها میپرسم در خصوص وضعیت معیشتشون در اون دوران، هر کدوم که من صحبت میکنم اصلا اینها دغدغه‌ای به نام بحث معیشت نداشتن، یعنی در رفاه کامل بودن. یعنی وقتی مقایسه میکنیم در واقع رژیم ننگین جمهوری اسلامی در واقع پرسنل نیروهای مسلح رو
از روی سیاست‌هایی که داره عمدن در تحت فشارهای مالی قرار داده. اگه محبت کنین یه خورده در مورد اون دوران صحبت بکنید که لحاظ معیشتی در چه وضعیتی بودین؟ هرچند بزرگتون که ما در زمان عالیامه، من از سال 1340 وارد دانشگاه درسایی شدم، سال 43 فارغ التحصیل شدم، یک سال دوره مقدماتی دیدم و از ارتش، از نیروی زمینی، چون دانشگاه درسایی متعلق به نیروی زمینی بود و من یکی از افتخاراتم اینه که در دانشگاهی درس خوندم در روی صندلی که نشستم یا در خوابگاه خوابیدم که آریامهر بزرگ در اونجا درس خوندن و تحصیل کردن و افسر شدم. بعدش به نیروی دریایی منتقل شدم و در تمام طول 22 سال خدمتم رو در نیروی دریایی بودم در خرمشهر و در تهران. ولی هرگز ما مشکلی از به نام انبود و جا و خورات و خیره نداشتیم که همون جام میدادن با بهره بسیار نازل، هم با مای خیلی موقت، یعنی مثلا 5,000 و 10,000 و 5,000 بعد جام خونه میدادن که شما میتونید مثل خونه بخرید. از لحاظ معیشت یعنی اینکه حقوقمون به اندازه کافی بود، یعنی اینکه اکثر افسران یا اصولا اکثر خانواده ها خودشون، همسرشون، بچه هاشون همشون کار میکردن، همه میگفتن پول نفس بده. پول نفس همین بود که در هر خانواده، من مثلا یکی از فامیله خودم همیشه اونها رو به عنوان مثال میدم، یک خانواده ها بودن هر دو شاغل، شغلای مهم، چهار تا اولاد داشتن و چهار تا فرزند، هر چهار تاشون در ادارات دولتی داشتن کار میکردن و حقوق میگرفتن، یعنی به همان با هم زندگی میکردن. این خونه ماهی 30,000 تومان 50,000 تومان هم نونتیج برای 6 نفر آده تا بعدا بچه ها ازدواج کردن و جدا شدن و خیلی، یعنی هیچ وقت ما اصلا دنباله نمیدونم خورد و خوراک و نون و جا و لباس نبودیم، بچه هامون هم میشه بهترین وضعیت داشتن، بهترین لباس میچیده است، یعنی در حد خودمون، حالا نه اینکه بگم مثلا بهترین و بهترین، ولی در حد یک نظامی هیچ وقت کمبودی نداشتیم. و این چیزی است که الان شاهزاده رضا پهلوی اعلیحضرت رضا شاه دوم هم همین توصیه رو یا همین فرمان رو اصلا سوال شد، گفتن ما بیان ما کاری رو خواهیم کرد که در زمان پدرم بود، یعنی ارتش رو و تمام پرسنل نظامی رو در هر لباسی دریایی، هوایی، زمینی همه رو به اون حدی خواهیم رسون که دیگه نیازی به رانندگی تاکسی و نمیدونم رانندگی به قول شما اسنپ و غیره و غیره نداشته باشن و تعمیم باشن، چون واقعا در زمان آریامه ما هیچ وقت افتر نون و نمیدونم گوشت و پوست و این چیز مثل الان که یک افسر فکر و جو سرهنگ مثلا 15 میلیون حقوق داره، 15 میلیون چقدر میشه در حوزه مثلا 300 دلار تا 100 دلار، یعنی چه چیزی واقعا باعث شرمه در ما با 4 تا 5 تا خانواده، همسر و دو تا سه تا بچه رو. اینه که من واقعا توصیه میکنم به همه نظامیایی که الان سر کارن یه جوری از زیر این حکومت ننگین خودشون رهایی ببخشن و همون در خلاف این حکومت حرکت کنن و کاری بکنن که این حکومت سایه های سست و به حساب با اون سوسودش بریزه از بین بره و مردم بتونن که مجدداً برگردن به همون زمان آریامهر بزرگ که این واقعا یکی از آرزوهای ماست و شاهزاده رضا پهلوی یا همون رضا شاه دوم، پهلوی سوم هم در این مورد بسیار قول دادن و گفتن که ما ایران رو
به ایران و زمان آریامه خواهیم بود. دور بر شما جناب خدا. در این وضعیت پرسنل نیروهای مسلح همکنون بسیار وضعیت بدی اینها دارند، مسکن ندارند، زندگی های بسیار سختی دارند و یک جوری در واقع این سیاست رژیم ننگین جمهوری اسلامی به این هستش که نظامی ها رو و به خصوص در ارتش یه جوری در واقع اینها سعی کردن که اینها رو وامدار بکنن و به هر شکل ممکن هر ضربه‌ای که تونستن زدن، یعنی حتی اینا شروع کردن به فروش در واقع زمین‌های ارتش. خب می‌دونید که زمین‌های ارتش، ساختمان‌های ارتش در بهترین نقاط بود و اینها در بعضی از مناطق اصلا کلن اون پادگان رو منتقل کردن به یک منطقه دیگه و زمینایی که برها در جاهای مرغوب بوده اینها رو اون فرماندهان ارشد اونها که برها همشون غرق در ولایت هستن و در واقع نوکران خامنه‌ای جنایتکار جاسوس روسیه و این وضعیت رو ما شاهد هستیم. واقعا وضعیت خیلی بدی دارن و برای همین ما روز به روز شاهد افزایش نارضایتی پرسنل نیروهای مسلح هستیم و اینها اصلا این وضعیت رو دوست ندارن و به فکر در واقع تغییر رژیم هستن و برای همینه که رژیم به شدت وحشت پیدا کرده و هیچ پایگاه مردمی نداره و یکی از دلایلی که شما شاید هستید اینها در طول 3-4 سال اخیر شروع کردن به در واقع اتباع بیگانه رو وارد کشورمون کردن که بیش از 18 تا 20 میلیون در واقع تبعه افغانی الان در ایران هستن. حالا ما بگیم مثلا 3-5% واقعا مهاجری باشن که با زن و بچه اومدن که برحال، ولی اون باقی اونها کسانی هستن که هر کدوم از اونها یه بمب انتحاری هستن، یعنی هر کدوم از اینها بک‌گراندشون رو که نگاه میکنیم هم در واقع ارتش افغانستان خدمت کردن، هم در واقع از کسانی هستن که دارای عقاید طالبان هستن، یعنی به این باور هستن که در واقع به هر شکلی باید یک قانونی دارن که باید 7 ایرانی رو بکشی که به بهش بری. حالا نمیدونم این چه ایدئولوژی هستش. خدمتتون عرض کنم که وضعیت بسیار بدی هست و در واقع جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه میدونه که به هر حال پرسنل نیروهای مسلح در سرکوب ها همراهی نمی کنن، یعنی ما در 401 دیدیم که یعنی بیش از 3000 نفر جناب ناخدا از پرسنل نیروهای مسلح دستگیر شدن، الان خیلی هاشون در زندان هستن، در شرایط بدی به سر میبرن و رژیم اینو فهمیده، یعنی یکی از ترس هایی که رژیم پیدا کرده میبینه که روز به روز این افزایش ریزش ها هست و اون پایگاه نظامی رو از دست داده، اون حمایت نظامی رو از دست داده و همونطور که شما به خوبی جناب ناخدا آگاه هستین مثلث براندازی دارای 3 رأس هست، یعنی یک رأسش رهبری انقلاب ملی هست، یک رأسش اپوزیسیون در داخل ایران و در خارج از کشور و یک بخشش در واقع نیروهای مسلح هستن، یعنی پیوند این 3 تاست که در واقع باعث سرنگونی رژیم ننگین جمهوری اسلامی خواهد شد و هیچ انقلابی هم در دنیا بدون کمک نیروی مسلح به نتیجه نرسیده. یعنی اگه شما نگاه بکنید به وقایع کشور ونزوئلا در چند سال پیش، خب اینا هم رهبری انقلابشون مشخص بود، هم این که مردم در واقع اومدن به خیابان، میلیونی هم اومدن به خیابان، حمایت جامعه جهانی رو داشتن
ولی در نهایت پرسنل نیروهای نظامی همکاری نکردند و در واقع اون حرکتشون به اون نتیجه‌ای که باید میرسید نرسید. اما خوشبختانه اون چیزی که واقعا باعث امید هست اینو ما میبینیم که پرسنل نیروهای مسلح در کنار مردم هستن، به خصوص ارتش. میبینیم که اینها بارها اعلام کردن که ما در کنار ملت ایران هستیم و از طرفی خب میدونی که موضوع نیروی مسلح چیزی نیستش، یعنی نیروی مسلح وقتی میخواد بیاد بیرون از پادگان که مطمئن بشه مردمی که اومدن کف خیابان، در واقع اینجوری نیست ساعت 8 صبح بیان توی خیابون، ساعت 11 شب هم برگردن خونهاشون و بعد بگن ارتش تو کجایی، چون ارتش یک بار میتونه، نیروی مسلح یک بار میتونه در واقع بیاد بیرون و اون موقعی هستش که اینا مطمئن بشن که مردم اومدن و سنگر خیابون رو نگه داشتن و اون موقع است که در واقع نیروهای مسلح میان و در واقع میخه پایانی رو میکوبن به این تابوت گندیده رژیم توهکار جنایتکار جمهوری اسلامی. جناب شهرتی گرامی، اگه محبت بکنید ویدیوی شماره 6 رو پخش کنید. این ویدیویی هست از سخنرانی شاه فقید در سال 1353 که در میان اعضای نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در واقع در خصوص موضوع صحبتشون هم اشاره میکنه به وقایع اشغال ایران در سال 1320. جناب شهرتی گرامی اگه لطفاً این ویدیو رو پخش کنید سپاسگزارم. ویدیوی شماره 6 من اجازه بگید که پیش از اینکه ویدیو پخش بشه به تمام پاسدارا، لباس دستی ها، دستیگی ها و کسانی که دارن مردم رو تحت شکنجه و ضرب و ستم و غیره قرار میدن، میخوام بهشون بگم که آیا کدوم که ما از سرداران، از بزرگانتون، همه این حساب سلگونده های پاسدارا کدومتون قدرتتون بیشتر از قاسم سلیمانی بود؟ کدومتون بیشتر از اسماعیل هنیه قدرت داشتید؟ کدومتون بیشتر از رهبران حزب الله قدرت دارید؟ یا همینی که پریروز به پاک نشوندنش بس بهتر از سلیمانی فکرتش کردن؟ بنابراین بیان برگردیم به سوی ملت، یا اینکه باید بریم سوراخ موش بخریم که دیگه حتی دیدیم که اسرائیل گفت به هیچ عنوان هیچ سوراخ موشی هم شما نمیتونیم پیدا کنیم که بریم داخلش. بنابراین بیان به آغوش ملت و برگردیم واقعا از اون جنایاتی که اگر کردیم قبلا پوزش بخوان و به دامن ملت برگردیم و اجازه بدید که ایران برگرده به زمان پیش از سال 57. میخواییم که فیلم داره آماده میشه. بله بله جناب شهرتی گرامی اگه لطفا ویدیو رو بگو. خوشوقتیست که بار دیگر در میان شما مسئولین نیروی دریایی شاهنشاهی می باشم. موقعی که این نیرو ایجاد شد ایران در راه سازندگی و جلب احترام سایر ممالک دنیا بود. منتها برای بار دوم تجربه ثابت کرد که همونطوری که در جنگ اول بین‌المللی روی
ضعف تشکیلاتی و حکومتی مملکت ایران پریشان خاطر شد، وزیر سم و سطور بیگانه قرار گرفت، در جنگ بین المللی دوم در اثر خوشباوری و اینکه احترام ملل محفوظ میماند در قفس طلایی به اصطلاح بی‌طرفی خودمون آرامیده بودیم، تا اینکه به ما کسانی که صاحب زور بودند معنی بی‌طرفی را نشان دادند. باز تکرار می‌کنم، اگر در آن روز ما اونطور خوش باور نبودیم و آمادگی آن را داشتیم که قبل از اینکه مملکت ما تحت اشغال قرار بگیرد و از حدود استعداد دفاعی ما خارج باشد که از آن دفاع بکنیم، مملکت را به کسی سالم تحویل نمی دهیم، اتفاقات شهریور 1320 احتمالاً پیش نمی آمد و نیروی دریایی جوان ایران نابود نمی شد. ولی هر ملتی از تاریخ باید پند بگیرد. پند ما چه بود؟ اینکه هر ملتی که می‌خواهد با سربلندی زندگی کند باید آماده جانفشانی و دادن قربانی و تلفات باشد. قربانی‌هایی که نیروی دریایی در 1320 داد، ای کاش در حقیقت یک رزم دریایی بود، ای کاش این قربانی‌ها فقط در نیروی دریایی نبود و به تمام ملت و مملکت سرایت میکرد. اون میشد یک مقاومت میهنی یا یک جنگ میهنی. و اگر ما خود را برای چنین روزی آماده بکنیم، چه بسا هیچ وقت برای ما پیش آمدی نکند، برای اینکه بدخواه احتمالی خواهد دانست که سر کارش با یکی دو تا واحد جنگنده نیست، بلکه با تمام آحاد و افراد یک ملت است. خب جناب سرهنگ گرامی، تنها چیزی که من میتونم بگم که واقعا روح این مرد بزرگ شاد. بخش سوم برنامه اختصاص داره به برنامه پلید رژیم ننگین جمهوری اسلامی در خصوص تضعیف ارتش، و به عنوان مثال برای اینکه اینا اون ارشد نظامی رو از ارتش بگیرن، در واقع اینا کاری که کردن اومدن لشکرا رو از بین بردن و کردن تبدیل به تی. و در طول این چند سال اخیر کاری که در خصوص نیروی دریایی ارتش انجام دادن، مثلا در سال 1403 ناوچه سهند رو غرق کردن، 1400 کشتی خارک رو غرق کردن، شناور کنارک دووند دو سال 99 غرق کردن، و ناوچه دووند سال 96 غرق شد. در همین زمینه آقای شهرام سبزواری گرامی از پرسنل اسبق ارتش متنی رو در توییتر اکس منتشر کردن با این عنوان که پروژه تضعیف و نابودی نیروی دریایی ارتش
و سپس تسلط سپاه پاسداران تروریستی بر مرزهای آبی کشور عزیزمان ایران در حال اجرا می باشد. پیامد آن تحویل جزایر به امارات، تسلط کامل چین به بندر چابهار و جزیره کیش و همینطور حضور روسیه در آبهای گرم که آرزوی دیرینی این کشور بود. هر روز که جمهوری اسلامی بماند کشور ما به سمت نابودی پیش خواهد رفت. و یه عکس دیگه هم هست از پیام جناب سبزواری، اگه اونم منتشر بکنم فکر میکنم تصویر شماره 9 باشه جناب. بله بله، توی این متن جناب سبزواری متن رو منتشر کردن و گفتن که ناو سهند هم به سرنوشت ناو دماوند یا کنارک دچار شد. چرا ارتش واقعیت را منتشر نمی کند؟ ناو دماوند را روزها در دریای مازندران زدند و ناو پشتیبانی کنارک را سپاه تروریستی پاسداران که باعث کشته شدن 19 تن از بهترین مهندسین نیروی دریایی ارتش شد. بهتر است واقعیت پشت پرده ناو سهند را بگویید. خب جناب سرنگ، شاهد هستیم که رژیم ننگین جمهوری اسلامی به دنبال چه اهدافی هست و اینها همواره از محبوبیت ارتش وحشت داشتن همیشه، چون این یه وحشت بزرگی که اینها همواره یه ترس بزرگی هست که اینها از ارتشی ها دارن و برای همین هر روز دارن سعی میکنن که ارتش رو تضعیف بکنن. سخن پایانی با شما جناب سرهنگ گرامی، به عنوان یه پیشکسوت نیروی دریایی ارتش چه پیامی به ارتشی ها و سایر نیروهای نظامی دارید؟ من به عنوان یه پیرمرد به حساب سرباز توصیه‌ام به نظامی ها اینه که ما تنها راهی که داریم همکاری با مردم ایرانه. به دلیل اینکه حکومت اسلامی از روز اولی که اومد تمام قدرت ارتش رو گرفت و تحویل سپاه پاسداران داشت و همون گونه که آگاهی سپاه پاسداران به دست محسن سازگارا، کسی که الان در تلویزیون صدای آمریکا و یا تلویزیون بی بی سی و غیره اینا هر روز میارن به عنوان یک کارشناس، و کسی که من صداش رو دارم که خودش اعتراف کرد که من سپاه پاسداران رو تشکیل دادم. ما بچه های ایران رو دعوت میکردیم میبردیم فرانسه، من در اونجا در اون اتاق پشتی بشین یه مقدار عملیات به حساب زد و خود و کماندویی و اینا رو بشین یاد میزدن، بعدا اینا رو میفرستادیم به سوریه و لبنان و فلسطین و غیره برای دوره های جنسی که با ارتش شاه بجنگیم و شاه رو نابود کنیم. بعد اینجا میخنده و میگه که ولی شاه اونقدر دوام پیدا نکرد و خودش رفت اینا. وقت حالا این بیهمیت کسافت رو تو تمام تلویزیون ها میارن و به عنوان یک کارشناس ازش سوال میشن. در حقیقت تمام هم و غم به این دور به حساب حکومت اسلامی این بود که تمام قدرت ارتش رو بگیرن و بدن به پاسدارا. تو ما هر سلاح جدیدی که میگیرن همه رو فقط میدن به همین پاسدارها، یعنی به ارتش چیزی نمیدن. بنابراین تنها راهت اینه که با مردم ایران همصدا باشید، کمک اونها باشید، در خیابونها کمکشون کنید، اجازه ندید که مردم رو بزنن بکشن نمیدونم زرد بدن و غیره و غیره، و تا بتونیم ایران رو آزاد کنیم تنها راهی که برای جمهوری ایران.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما جناب ناخدا آریا باقری گرامی، از افسران نیروی ارتش شاهنشاهی ایران. تشکر میکنم از جناب شهرتی گرامی، از کارگردان برنامه، و همچنین از دستاندرکاران، مدیر محترم برنامه تلویزیون پارس جناب مهندس شجره گرامی و خانم دکتر نقوی گرامی و همه کسانی که حامی برنامه زاگرس هستند. این برنامه ویژه نیروهای مسلح هست. از همه شما میهنان گرامی سپاسگزارم که وقت گذاشتید، ما رو حمایت میکنید. باورمند هستم که پرسنل نیروهای مسلح در کنار ملت فریخته ایران هستند و ما به زودی این رژیم ننگین جمهوری اسلامی رو با اتحاد و همبستگی به زباله‌دان تاریخ خواهیم انداخت. تا درودی دیگر، بدرود و به امید ایرانی آزاد و آباد. پاینده باشید. تو امثال تو را مقتول میکردن صدا، تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چیزی تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی